سلام به همه شما دوستای عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال میت ماریا. امیدوارم که عالی باشید. من برگشتم با یک ویدیوی دیگه و دوست دارم که مثل همیشه بهترینا رو با شما به اشتراک بذارم. از اونجایی که درخواست زیاد بود برای ماسک ضد لک، برای همین تصمیم گرفتم که این ویدیو رو اختصاص بدم به راههای از بین بردن لک و تیرگی پوست صورت. براتون دو تا ماسک عالی در نظر گرفتم که یکی از این ماسکا ماسکیه که دکترای طب سنتی خیلی پیشنهادش میکنن برای از بین بردن لک صورت، که بازخورد خوبی داشته و برای خیلی از افراد مؤثر بوده. پس بیش از این منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ ویدیو. ماسکی که پزشکان طب سنتی برای از بین بردن لک صورت و شفافیت پوست صورت خیلی توصیه میکنن، ماسک باقلا هست، یا باقلا یا باقالی، حالا هرچی که بهش میگید، هر جایی فکر میکنم که یه تلفظی داشته باشه. من که خودم بهش میگم باقالی. ماسک باقالی هست. شاید یکم خارج از تصور باشه که بشه از باقالی ماسک درست کرد، اونم برای درمان لکهای صورت و روشن کردن پوست صورت، اما میشه. باقالی منبع خوبی از ویتامین سیه که به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی شناخته میشه و همچنین سرشار از پروتئین و انواع ویتامین هایی که مورد نیاز بدنه و همچنین تاثیر فوق‌العاده‌ای برای زیبایی پوست داره. از اونجایی که باقالی در همه فصلهای سال پیدا نمیشه، ما داخل این ماسک میخواییم از باقالی خشک استفاده کنیم، در واقع از آرد باقالی. فکر کنین آرد باقالی، چه جالب، آرد باقالی. آره، در واقع ما می‌خوایم باقالای خشک رو پودرش کنیم و به عنوان ماسک ازش استفاده کنیم. و البته اگه باقالی تازه هم باشه، شما میتونید که از باقالی تازه هم استفاده کنید. همچنین داخل این ماسک ما از ماست استفاده می‌کنیم. افرادی که پوست خشکی دارن از ماست پرچرب استفاده کنن و افرادی که پوست چرب دارن از ماست کم چرب استفاده کنن. و اما اگه جزء اون دست از افرادی هستین که پوستتون به ماست حساسیت داره، میتونید کلاً این ماسک رو با آب درست کنید، یعنی ماسک کامل حذفش کنید و با آب درست کنید. اما چه بهتر که از ماسک استفاده کنید، چون که همونجور که میدونید ماسک سرشار از کلسیم هستش و مهمتر از همون که ویتامین های گروه B رو داره، حاوی زینک هستش که همه اینا باعث شفاف شدن و تغذیه پوست میشه و همچنین اسید لاکتیکی که داره باعث لایه برداری پوست و همچنین رطوبت رسانی به پوست میشه. پس با هم بریم طرز تهیه این ماسک عالی رو ببینیم و برگردیم تا من بقیه توضیحات رو بهتون بگم. بفرمایید. برای تهیه ماسک ضد لک احتیاج داریم به باقالی خشک، ماست، لیمو ترش و آسیاب. خب برای اینکه ما دو قاشق غذاخوری آرد باقالی داشته باشیم، احتیاج داریم که 10 دانه باقالی خشک و آسیاب کنیم. خب آرد باقالی ما آماده شد. خب دو قاشق غذاخوری از آرد باقالی اضافه میکنم به ظرف مورد نظر. حالا ماست بهش اضافه میکنم، دو قاشق غذاخوری، و خوب مخلوطش میکنم و یک قاشق چایخوری آب لیمو ترش تازه رو به مخلوط هم اضافه میکنم. اینم از ماسک آرد باقالی آماده شد. همونجوری که دیدین در تهیه ماسک باقالی از آب لیمو ترش تازه استفاده شده و همیشه اینو به یاد داشته باشین که بعد از استفاده از ماسکایی که از آب لیمو ترش تازه داخلشون استفاده شده، حتما ضد آفتاب بزنید و اینکه بهترین موقع استفادهشون هم شب هنگام هست و اینکه بذارین این ماسک نیم ساعت روی پوستتون بمونه و بعدش هم بشورید. و اینکه برای رسیدن به نتیجه دلخواهتون، شما حتما باید هفتگی و به طور مداوم از این ماسک دو بار در هفته استفاده کنید. و اما ماسک شماره 2،
ماسک گوجه فرنگی. گوجه فرنگی که یه ماده طبیعی عالی برای شفافیت و روشن کردن پوسته. گوجه فرنگی سرشار از ویتامین آ، ای و ویتامین سی هستش و باعث درخشش پوست میشه و همچنین به خاطر داشتن بتاکاروتن و لیکوپن باعث بهبود رنگ پوست و جوانسازی پوست میشه. ترکیب گوجه فرنگی و زردچوبه یه ترکیب فوق‌العاده عالی برای از بین بردن لک صورت و روشن کردن پوست صورته. خب پس با هم بریم طرز تهیه این ماسکم ببینیم و برگردیم تا بقیه توضیحات در مورد این ماسک بهتون بگم. ماسک بعدی ماسک گوجه فرنگیه. شما احتیاج داریم به یه دونه گوجه فرنگی، زردچوبه و ماست. خب الان من نصف یه دونه گوجه فرنگی تازه رو رنده می کنم. سعی کنید که گوجه فرنگی کوچیک انتخاب کنید. از رنده درشت استفاده کنید که زیاد گوجه فرنگیتون له نشه و آب نکنه. خب این از پوره گوجه فرنگی. حالا بهش ماست اضافه میکنم، یه قاشق غذاخوری و نصف قاشق چایخوری زردچوبه بهش اضافه میکنم. حتما توجه داشته باشین که برای تهیه ماسک گوجه فرنگی از یه گوجه فرنگی سفت استفاده کنین که رو پوستتون بهتر بمونه، چون گوجه فرنگی که خیلی شل هستن باعث میشه که ماسکتون خیلی شل و آبکی بشه و روی پوستتون وای نسه. خب اینم از ماسک گوجه فرنگی ما آماده شد. از این ماسک شما باید دوبار در هفته استفاده کنید، به مدت 20 دقیقه بذارین که روی پوستتون بمونه و نگران زرد شدن پوستتون نباشین، چون میتونی که با تونر پاک کنین یا با گلاب پاک کنین یا اینکه کلا صورتتون رو بشورید. بچه‌ها این ماسک تاثیر فوق‌العاده‌ای در روشن کردن و شفاف کردن پوست داره، پس اگه فکر می‌کنین که پوستتون کدر شده من از این ماسک استفاده کنید و از نتیجه فوق‌العاده‌اش شگفت زده بشید. فقط فراموش نکنید که شما باید به طور هفتگی و مداوم از این ماسک ها استفاده کنید. خب حالا از این ماسک های عالی من میزنم پوست صورتم. ماسک گوجه فرنگی هم میزنم این ور صورتم، شما تستشو ببینید. شما از این کارا نکنید، من برای تست دارم این کارو میکنم. شما خواستین استفاده کنید فقط یکیش استفاده کنید، شاید دوتاش همزمان استفاده نکنید. بچه خواستین از ماسک گوجه فرنگی استفاده کنین حتما یه جا دراز بکشین، چون این احتمال ریزش شکم هست روی پوست، مخصوصا اینکه گوجه فرنگی تو خیلی آبکی باشه یا اینکه یه لباسی بپوشین که اگم کثیف شو براتون مشکل نداشته باشه. اینم از دو ماسک فوق‌العاده عالی برای از بین بردن لک صورت و روشن شفاف کردن پوست صورت. و اینکه حتما قبل از استفاده از هر ماسکی اونو یه گوشه از پوستتون تستش کنید ببینید که حساسیت نداشته باشه. خب اینم از این ویدیو، امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین و براتون مفید بوده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم که حتما برای من لایک بزنین، کانال سابسکرایب کنین اگه علاقه دارین به کانال من و موضوعات من. همچنین میتونی که از وبسایت من دیدن کنین www.missmaria.de. منتظر کامنت های قشنگتون هستم. دوستتون دارم زیاد. پس تا ویدیو بعدی، بای.